سرخط خبرها، خواست امریکا برای طالبان رسما اعلام شد. شهردار و 6 عضو طالبان در برکه به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شدند. طالبان 2 نفر را در مسجد عیدگاه لغمان به اتهام داشتن روابط جنسی در محضر عام شلاق زدند. سلام دوستان، به یک زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. شهردار و 6 عضو طالبان در برکه به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شدند. ملا نعمت الله فاتح، شهردار طالبان در شهرستان برکه ولایت بغلان، حوالی ساعت 3 بامداد یکشنبه 25 سرطان در حال تجاوز به کارمند زن در مانگای روستای تنگی مرچین شهرستان بازداشت شد. یک منبع در برکه به اندپندنت فارسی گفت که شهردار طالبان شب هنگام با اسلحه وارد خانه این کارمند در مانگا شد و نیروهای اداره استخبارات طالبان عین تجاوز جنسی او را بازداشت کردند. این منبع اضافه کرد علاوه بر ملا نعمت الله فاتح، زنی که به او تجاوز شده بود نیز بازداشت شده است. به گفته منابع در برکه، 6 تن از اعضای طالبان که همگی افسران فرماندهی پلیس این گروه در برکه بودند، هفته گذشته به اتهام تجاوز گروهی به یک زن بازداشت شدند. این افراد متهمند که یک زن متأهل را مکررن و با تهدید وادار کردند تا با این افراد رابطه جنسی برقرار کند. یک منبع محلی گفت که این افراد پس از آن لغو رفتند که موبایل یکی از آنها در محل تجاوز جا ماند و شوهر زنی که به او تجاوز شده بود به والی طالبان در برکه شکایت کرد. پس از بررسی این گوشی مشخص شد که متجاوزان اعضای طالبان و از افسران فرماندهی پلیس این گروه هستند. زنی که به او تجاوز شده اعتراف کرده است که دست کم 20 عضو طالبان از طریق موبایل به گوشی او پیام های فرستاده و از او تقاضای سکس کردند و پس از آن که او پاسخ رد به آنها داده، این 6 تن با تهدید وارد خانه او شده و به او تجاوز کردند. منابع در برکه می گویند که موارد تجاوز جنسی و ازدواج های اجباری اعضای طالبان در این شهرستان زیاد است، اما همه آنها علنی و عمومی نمی شود. در نزدیک به 2 سال سلطه طالبان بر افغانستان، رسوایی های جنسی فرماندهان و اعضای این گروه بارها رسانه ای شده است. سید خستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان، در اگست سال 2022 متهم شد که پس از تجاوز به الهه دلاوزه، دانشجوی پزشکی دانشگاه کابل، او را به ازدواج اجباری با خود وادار کرده است. دادگاه طالبان در یک سال گذشته بیشتر افراد متجاوز را در محضر عام مجازات کرده، اما تا اکنون هیچ یک از اعضای طالبان که به اتهام تجاوز جنسی، آدمربایی و سرقت بازداشت شدند در محضر عام مجازات نشدند. طالبان 2 نفر را در مسجد عیدگاه لغمان به اتهام داشتن روابط جنسی در محضر عام شلاق زدند. دادگاه عالی طالبان از شلاق زدن 2 مرد به اتهام داشتن روابط جنسی با یکدیگر در مرکز ولایت لغمان خبر داد. این دادگاه روز 3 شنبه 27 سرطان در اعلامیه ای نوشت که هر یک از این افراد 30 دور در محضر عام شلاق زده شدند. بر پایه این اعلامیه این 2 نفر به 1 سال زندان هم محکوم شدند. طالبان روز 2 شنبه با بخش اطلاعیه از مردم خواسته بود که روز 3 شنبه برای تماشای شلاق زنی این 2 نفر در مسجد عیدگاه در نزدیکی دفتر ولی این گروه در مرکز ولایت لغمان جمع شوند. این گروه نزدیک به 1 ماه پیش یک مرد را در لغمان به اتهام ارتکاب چند مورد قتل اعدام کرد. دادگاه عالی طالبان اخیرا اعلام کرد که در سرتاسر افغانستان حکم قصاص 175 نفر و سنگسار کردن 37 نفر صادر شده است. خواست عاجل امریکا از طالبان. در پی انتقاد اسلام آباد از حضور طالبان پاکستانی یعنی TTP در افغانستان، ایالات متحده امریکا روز 3 شنبه 27 سرطان با انتقاد از گروه طالبان، از این گروه خواست که از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای گروه های تروریستی جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که پناه دادن به تروریست ها و آزاد گذاشتن آنها با اینکه دسترسی کامل به اسلحه های سبک و سنگین دارند، امنیت پاکستان را تهدید میکند و باعث ایجاد ناامنی در این کشور میگردد. اظهارات آقای میلر یک روز پس از انتقادهای مقامات پاکستانی صورت میگیرد که آنها گروه طالبان را به خاطر حضور طالبان پاکستانی و گروه های تروریستی دیگر مقصر دانسته بودند.
اسلام آباد بارها در مورد استفاده گروه های تروریستی از داخل خاک افغانستان علیه این کشور و نامنی های به وجود آمده در مرزهایش اظهار نگرانی نموده است. در آخرین اعلامی ارتش پاکستان نیز از گروه طالبان خواسته شده است که با پیروی از توافقنامه دوحه علیه گروه های تروریستی اقدام کنند. گروه تحریک طالبان پاکستان با استفاده از فضای مساعد کردن برای فعالیت های این گروه موفق به دستیابی به اسلحه های پیشرفته شدند که این مسئله به صورت جدی امنیت پاکستان را تهدید می کند. منابع نظامی پاکستان می گوید که ضعف گروه طالبان افغانستان در محور گروه تحریک طالبان پاکستانی دلیل اصلی آخرین موج نارامی ها در بلوچستان و خیبر پختونخوا بود. این منابع همچنان خاطر نشان کردند که افراد گروه تحریک طالبان پاکستان در حملات اخیرشان در بلوچستان از اسلحه M16 و البسه ورزشی ویژه نیروهای ارتش آمریکا استفاده می کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست مطبوعاتی روز دوشنبه گفت گروه طالبان افغانستان مسئولیت اداری فعالیت های تروریستی ناشی از قلمرو این کشور را بر عهده دارد. آقای میلر همچنان افزود به صراحت می خواهیم بگوییم که طالبان مسئولیت کنترل افغانستان را بر دوش دارند و نباید بگذارند که گروه های تروریستی از داخل خاک این کشور علیه پاکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان استفاده کنند. پاکستان پس از پایان یافتن آتش بس میان گروه طالبان پاکستانی و دولت این کشور شاهد افزایش فعالیت های تروریستی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان بوده است. گزارش تازه یونما: طالبان به نقض جدی حقوق بشری زنان ادامه دادند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما گزارش تازه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است. در گزارش گفته شده است که طالبان به نقض جدی حقوق زنان، شکنجه و بازداشت نظامیان پیشین، کشتارهای فراقانونی، مجازاتهای بدنی، اعدامها و فشارها بر رسانه‌ها ادامه دادند. افزایش محدودیت‌های کاری و رفع آمد بر زنان از موارد درشت این گزارش است. همچنان حمله های انتحاری و انفجاری بر مکان های مذهبی به عنوان یک نگرانی جدی مطرح است. بر اساس این گزارش، از زمان سلطه طالبان تا اکنون 1095 غیر نظامی کشته و 2679 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یونما، 3/4 تلفات غیر نظامیان ناشی از انفجار بم های دیستی و حمله های انتحاری در مناطق پر جمعیت از جمله عبادتگاه ها، مدرسه ها و بازارها بوده است. افزون بر این، در حمله بر اماکن مذهبی 368 غیر نظامی کشته و 850 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش تاکید شده که بررسی رویدادهای گذشته و اقدامات محافظتی برای جلوگیری از تکرار آن اهمیت حیاتی دارد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.